به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. افتتاح یک شرکت دواسازی در کابل. منابع خبری پنجشنبه 4 اسفند از افتتاح یک شرکت خصوصی داروسازی به نام شرکت لایف پرل در کابل خبر دادند. در این حال مسئولان این شرکت گفتند که این شرکت داروسازی فعالیتش را با تولید حدود 50 قلم دارو آغاز کرده است. عبدالباره عمر، معین طالبان در وزارت صحت عامه، در مراسم افتتاح این شرکت گفته است که هنوز هم 77 شرکت داروسازی در سراسر کشور فعالیت دارند. این در حالی است که افغانستان هنوز هم به داروهای وارداتی از کشورهای همسایه و منطقه وابسته است. کشف 10 تن مواد مخدر در نزدیک مرز افغانستان. فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی در ایران اعلام کرده است که از آغاز امسال تا کنون 1 تن و 350 کیلو مواد مخدر در مرزهای خراسان رضوی در مرز افغانستان کشف و ضبط شده است. مجید شجاع از تجهیز مرزبانان این کشور برای رصد بهتر خبر داد. او گفت در مدت 1 سال چند مجرم و انتقال دهندگان مواد مخدر نیز دستگیر شدند. خبرگزاری صدا و سیما از قول این مقام ایرانی نوشت تجهیزات الکترونیکی و آپتیکی در اختیار مرزبانان برای رصد بهتر قرار گرفته است. آستان خراسان رضوی از شرق حدود 302 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. وزارت خارجه هند: به مردم افغانستان ویزا می دهیم. رنهیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، گفته است که دهلی نو به مردم افغانستان ویزا می دهد. جیسوال روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته است که دهلی نو با افغانستان روابط تاریخی دارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا به افغانها ویزا صادر می شود، گفته است ویزا به مردم افغانستان داده می شود و رفت آمد در حال انجام است. با این حال او تصریح کرده است که در مورد شمار ویزاهای صادر شده به افغانها اطلاعات ندارد. نام برده اضافه کرده است: ما چندین سال است که کمک‌های بشردوستانه را با مردم افغانستان انجام دادیم. ما همچنان به این مشارکت با مردم افغانستان متعهد هستیم. تعیین پاداش آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به اخلال شبکه مالی داعش خراسان شود. وزارت خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به اخلال شبکه مالی شاخه خراسان گروه داعش شود، $10 میلیون پاداش تعیین کرد. برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که داعش خراسان در افغانستان از استخراج منابع طبیعی از جمله معادن پرسود تالک در ننگرهار و قاچاق این منابع به خارج از کشور سود سرشاری به دست می آورد. این برنامه به نقل از وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که شاخه خراسان داعش همچنین از طریق دریافت هدایای مالی از افراد محلی، مالیات تخازی از مردم و کسب و کارهای محلی و با بهره جستن از حمایت مالی شاخه اصلی داعش تامین مالی می شود. و در پایان، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا: در برابر رژیم سرکش طالبان محکم می ایستیم. نانسی مس، نماینده جمهوری خواه کارولینای جنوبی، در کنگره آمریکا لایحه را معرفی کرده است که بر بنیاد آن طبق قانون جلوگیری از برسمیت شناختن دولت‌های تروریستی 2024 هر گونه مشروعیت بخشی و طالبان را من قرار می‌دهد. او پنجشنبه 4 اسفند با نشر بیانیه گفته است که واشنگتن در برابر رژیم سرکش طالبان محکم می‌ایستد. در بیانیه نانسی مس آمده است: آزادی و عدالت ایجاب می‌کند که ما ظلم و ستم را در همه اشکال رد کنیم. لایحه ما تضمین می‌کند که آمریکا هرگز رژیم تروریستی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. او افزوده است: ما در برابر بربریت این رژیم سرکش آشکارا و محکم ایستاده می‌شویم. طالبان تروریست هستند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.